بوی غذا میاد. سلام، من یوشا مدبر هستم. به کانال من که همون کانال خودتونه خیلی خیلی خوش اومدید. آفتاب داره منو کور میکنه، بزن بریم داخل. میدونی مامان داره غذای جدید درست میکنه، یه غذای جدید ترکیه‌ای. بزن بریم ببینیم چی کار داره میکنه. Günaydın anne. Günaydın. Ne yapıyorsun? Bugün size içli börek yapacağım, kömbe. Öyle mi? İçli kömbe. Hamurumu sabah yaptım. Bu hamurumuz. Hamuru درست کرده مامان. Patates, soğan ve et. İnem sip zemini o, piyaz o, guşte. Biraz karabiber, biraz da pul biberimiz. Yekem فلفل سیاه، یکم فلفل قرمز. بونو بونو با böyle karıştırarak اینجوری هم میزنی. karıştıracağız. منم نمیدونم دقیقا قراره چه شکلی بشه، منم ندیدم. بار اولی که اسمشم دارم حتی میشنوم. ببینیم مامان چی کار میکنه دیگه. فکر کنم خیلی باحال بشه، خوشمزه بشه. کلا غذاهای مامان همش خوشمزه است. بریم ببینیم. این ژل رویاله بچه ها. اینم عسل با گرده گلو که مامان از این ژل رویال داخل این قاطی کرده برای ما درست کرده که ما اینو با خودمون ببریم بخوریم قوی بشیم. آره سوتو کاشه آره سوتونو بو کاشیکلا توپلیوروز. آها با این میبینین با این ژل رویالو برمیدارن و میرزن توی یه همچین ظرفی و درشو میبندن. شراسیلا آها اینجه یریله با اینجا او ana gözünde olan lavrayı alıyorsun. Lavrayı alıp atıyorsun, süt alıyorsun. Jelly Royal خب خیلی خواص داره دیگه. خواصش خیلی زیاده و به هر حال هر جایی هم گیر نمیاد و مثل که گرون قیمت هم هست. منتها اینجا چون بابای مصطفی زنبورداری داره به خاطر همین Jelly Royal تو این خانواده پیدا میشه و مامان اینجوری اینا رو هم میزنه و هر سال مثلا اینقدر به ما میده. ژل رویال باعث میشه که خب سیستم ایمنی بدن و اینا قوی بشه و منم خیلی به شدت نیازمند این مدل چیزا هستم. به خاطر همین مامان سری برای من درست کرده با خودمون ببریم بخوریم بزنیم به بدن قوی بشیم. قوی آنه. مرحبا کوزوم. مرحبا arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve çekimlerimize yorumlar yapmışsınız. Nevşah bana anlattı. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Herkes seni çok seviyor anne. Ben de seni çok seviyorum. Ben insanı çok seviyorum. Evet. Ben insanı çok seviyorum. İnsan gibi insanı seviyorum. Evet, evet. Çok güzel bir insan, iyi teşekkür bir insansın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mikhasam inu behetun begam. Mikhasam begam ki emruz ruz akhariye ki ma inja hastim. و شب را میفتیم به سمت آنکارا. میدونین اینجا خیلی به ما خوش گذشت، خیلی حال و هوای خفنی داره و خوبه و اینا، ولی در مجموع بخوای حساب کنی توی مثلا روستا برای ما که عادت نداریم مثلا دیگه بیشتر از 10 روز سخت میشه. ولی خب اینجا حالا برای ما سخت نبود چون که خب به هر حال همه کارمونو مامان میکرد، همه چیز اینجا روبرا بود و همه چی اوکی بود. ولی در مجموع دیگه باید برگردیم به زندگی شهریمون و ادامه کارامون رو انجام بدیم. میریم آنکارا، بعد اون سفر داریم به اسکیشهیر. با ما همراه باشین همچنان در ادامه. از اینکه کانالمو دنبال میکنین ازتون خیلی 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 ممنونم و خیلی دوستتون دارم. مرسی که باعث شدین کانال من بزرگتر بشه. مرسی که هستید. بزن بریم دیگه. مرسی مرسی مرسی. مامان رفت آردش آورد که خمیر رو به راه کنه و غذای خفنمون رو بپزه. واو داره خمیر رو به قسمت‌های مساوی تقسیم میکنه. یه انقدر میذاریم کنار. بچه به ترکی به یه اسمی میگه، من نمیدم، من میگم این گلوله ها رو این گلوله ها رو اینجوری به یه اندازه میذاره یه گوشه. دوتا 12 تنه بوله یاپچیز. 12 تا از اینا درست میکنیم. 12 تا گله. سن چوک اوستاسن آنه. هپسی باک هپسی آینه آینه.
استاس مامان حسابی واسه خودش. دیگه وقتی که انجام بدی دست آدم عادت میکنه دیگه، مقدارش دستش اومده دیگه. برون اسم کمبه. کمبه. سراسته اشتی کمبه. برک ده دیولار. برک گیبی. برک گیبی. یه برک گیبی. اما برده کمبه دیولار. مثل برکه. اصلا میگه برک میگن ولی توی سیواس بهش میگن مثلا کمبه. سیواسن یورسه لازه کمبه. من ده گلدم اونلار گیبی کمبه دیو. میگه من اومدم سیواس این اونا کمبه میگم. خب 12 تامون کامل شد. الان مامان میخواد اینا رو باز کنه. آردی داره میکنه میذاره اینجا که دونه دونه اینا رو باز کنه. ایشون هم شفمون هستن. نرگس شف. من بریا دکت اولدم. ببین با این چوبه اسمش نمیدونم چیه باز میکنه. اینا سینی های برکن. مامان اینجا کره گذاشته آب بشه، نمیدونم برای چی، ولی کره رو گذاشته آب بشه. بچه ها به انگشتش خمیر زد، بعد اینجا فرچه چیز میگه به جای فرچه خمیر رو فرچه کردیندن میگه اونجا تکرار همون üzerine koyup kullanacağız. فرچش هم از خود خمیرش استفاده کردم میگه. بعدم خمیر رو گذاش روی این خمیرش میگه باز استفادهش میکنیم. حالا میگه اینا رو داریم باز میکنیم. ببین چه استادانه باز میکنه. عمرن من بتونم اینجوری باز کنم. میگه روی این چیز درست میکنیم، مشکلی نیست، تمیز کرده و اوکیه. خیلی استادانه بود. شن بی تنه دا açacağız. دیگه یه دونه دیگه باز میکنیم. İki kat yapacağız sonra iç dökeceğiz yoksa delinir altı. دیگه باز میکنیم. بقیه اولو یه مقدار دولایه میکنیم. دیگه خیلی خفن ولی خمیر باز میکنم اما. چوک گوزل آنه همور آچیور. گید. آنه آلشک. Evet. Anne yufka ekmek de yapıyor. Bazlama da yapıyor. میگه anne hem nune yufka درست میکنه hem bazlama درست میکنه. Yani همه جوره استاد خمیره. استاد خمیر ترکیه. Şimdi buna yağ dökeceğiz. Aha. رفت فهمیدم الان کره رو برای چی گذاشته بود. برای اینکه میخواد کره رو بریزه روی این لایه اول. دو تا خمیر رو در واقع اینجوری لایه لایه با کره رو هم گذاشت.
که طبقه اولش زخیم باشه که فکر کنم نریزه دیگه، احتمالاً برای این طبقه اولشو زخیم تر گذاشته. دوتا خمیر ikinci katı iki tane hamur koyuyorsun ki şey olmasın. Altı çıkmasın. Şimdi elime bir elime tamam. میگه این کفشو برای همون دلیلی که گفتم کفش سفت باشه و بقیهش مثلا نریزه از روش. ماما رفت دستکش پوشید که مواد دو اینجوری بریزه رو سینی. Onun içindeki patates, et, soğan, karabiber, pul biber. داره داخلش رو توضیح میده که میگه سیب زمینی و پیاز و گوشت و فلفل سیاه و فلفل قرمز دیگه. حتی اصلا هر کی با هر طعمی بخواد میتونه توش داخلش هر چی بخواد بریزه بذاره. اصل قضیه این خمیره است به نظر من. Çok güzel. Şimdi bir tane açacağız. بیتنه یالیجاز بیتنه هینه پتاتس کویجاز. میگه یه دونه دیگه حالا باز میکنیم بعد دوباره مواد رو میذاریم روش. Patates koyuyoruz. Patates koyduğumuz yere de yağ döküyoruz ayrıca. Hem patates hem yağ. Dobara mavat mirizim o, roğan mirizim. Falan roğan rif. İncuyum kone be hame coş berese. Her tarafına yayılsın. حالا یه خمیر دیگه باز میکنه این آماده باشه که اون مواد رو روش میذاره اینا سریع بندازه روش دیگه. چند تا مونده ببین؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 تا مونده. تو این فاصله تا مامان این 8 لایه رو باز کنه و رو هم دیگه بذاره گفتم بیام بیرون بشینم چون کاری اونجا از دستم بر نمیومد، یعنی کمکی نمیتونستم بکنم. بعد از اونجایی که مامان خودش همه کارا رو تونتون و فرز انجام میده نمیتونه آدم هم پاش مثلا کاری انجام بده، مخصوصا به خصوص که من مثلا برای اینا خب به هر حال خارجی محسوب میشم، خیلی چیزاشونو بلد نیستم. بعد اینکه نمیتونم مثلا کمک اونجوری بکنم، نمیدونم چی کار باید بکنم. میدونی مثلا اگه عروسای دیگهشون بود که مثلا ترکن و اینا، خب این غذا رو خوردن بلدن، یا این خمیر باز کردن رو حتی بلد بودن. البته اونا هم مثلا چیز نمیکنن، اینجا میان مامان نمیذاره که مثلا دست به چیزی بزنن و اینا، خودش انجام میده همه چیو. ولی منظور این که در مجموع به خاطر اینکه من خارجیم، یعنی ایرانیم، نمیتونم خیلی کار خاصی انجام بدم چون خیلی چیزا رو نمیدونم. مثلا اگه یه روزی بخوام مثلا بورک درست کنم، فوقش مثلا این خمیر آماده میخرم. میدونی مثلا هیچ وقت من نمیتونم یه خمیر انقدر نازک باز کنم چون این مستلزم سالیان سال تجربه است. خلاصه که خواستم بدونید که ما اینجا میای مامان نمیذاره ما دست به سیاه و سفید بزنیم، تفلی همه کارا رو خودش انجام میده و البته فشار زیادی بهش میاد به نظر من. ولی مثلا من کارهایی که دستم بر بیاد اینه که مثلا 4 تا بشقاب ببرم بیارم، چای مثلا لیوان چایی ها رو بذارم، یعنی فقط همین کارا رو ما اینجا میکنیم. این خانوم، این مادر مثل یک فرشته
اینجا همه کارا رو میکنه و میگم تا جایی که بتونیم کمکش میکنیم، ولی خب بعضی وقتا بعضی آدما مثلا خودشون تنهایی که کار میکنن راحت ترن، به خاطر اینکه فرزن و سریع ترن و آدمای دیگه نمیتونن مثل اونا باشن، اونم چه برسه که مثلا مثل من خارجی باشه. خلاصا میتونستم وایستم اونجا فیلم بگیرم، گفتم بیام اینجا بشینم این توضیحاتو بهتون بدم بدونین که ما با چه فرشته اینجا سر و کار داریم. امروز هم روز آخریه که اینجاییم و شب ما بلیط داریم به آنکارا. این دفعه قطار سری و سر نگرفتیم، به خاطر اینکه قطار سری و سری که گرفتیم از آنکارا اومدیم گفته بود 2 ساعت و نیمه میرسه، ولی 2 ساعت و نیمش شد حدود 4 ساعت اینا و بی خودی وقتمون رو تلف کرد. ما هم گفتیم که خب اگر که قرار باشه 4 ساعت تو راه باشیم بشینیم، چون قطاره سری و سر تختی نیست که باید بشینی، خب سخته دیگه. گفتیم که خب چه کاریه، شب قطار چیز میگیریم، تختدار میگیریم، راحت میخوابیم، صبح آنکارایی. بعد دیگه ما یه دونه چیز 2 تخته گرفتیم، یه دونه کوپه 2 تخته گرفتیم. بعد مامان مصطفی هم بهمون اضافه شد، یه دونه جام یه جا دیگه برای اون گرفتیم. حالا امشب من و مامان و مصطفی هممون با قطار میریم به سمت آنکارا و اینکه بعد از اونم ما سفرهایی داریم، همچنان با ما همراه باشید. نهضت ادامه دارد، میخواییم بریم اسکیشهی رو بهتون نشون بدیم و دیگه همین دیگه، ما رو ول نکنین، ما رو دونده اندازین، با ما همراه باشین، مرسی که هستین و واقعا ازتون تشکر میکنم که باعث شدید تا به همین میزانی که کانال من روش کرده و ماها نبودین این اتفاق نمیافتاد و مرسی ازتون. و به نظرم پاشیم بریم آشپزخونه ببینیم مامان چی کار کرد، چند لایه گذاشت دیگه. بچه ها لایه ششمه، 6 تا دیگه مونده. کلای گستین انه. سوال کوزم. چابک yapmışsın mı? Evet. داشت توضیح میداد که من وقتی خمیر رو میذارم دستکشو در میارم، فقط وقتی که میخوام مواد بذارم دستکشو دستم میکنم. بخاطر همین داشت دستکشو دستش میکرد و این توضیحو میداد بهمون. میگفتش که نمیشه با همون دستکش خمیر رو باز کنم. باکلاوا گیبی کات کات. ایوه. میگه از بعد شما میتونین اینا درست کنین. عین باقلوا لایه لایه میذارم. خمیرش هم اینجوری نازک نازکه، ببین. نازک نازک. نازک اینجه. ایوه. نازک اینجه demek evet. Evet. Şimdi bundan sonra bir tane de sırf yağlı kömbe yapacağız. Hı hı. Onu da çekeriz. Bu nasıldı? O da ben şimdi yaparken göreceksin. Hı. Mige بعد از این یه دونه Onun içine patates koymayacağız. Sadece yağ. Aha. Mige بعد از اون یه دونه کمبه دیگه درست میکنم، فقط روغنی. گفت اونو درست میکنم میبینی. تو اون دیگه سیب زمینی نمیذاریم. فقط همین روغن یعنی کره خالی میذاریم. یه دونه دیگه روی این بذاره دیگه بسشه، سینی پر شد. بسا 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 بو آرادا آنه فارس شده اورانیور. چطوری جانلارم عزیزم؟ چطوری عزیزم؟ عزیزم چطور عزیزم پردون قرشتورت دایین اورانیم چه اولی. Genç zamanım olsaydı ben senden çok şey öğrenirdim ama artık unutuyorum. Şimdi de çok öğreniyorsun. Unutuyorum artık. Sen çok zekisin. Önceki genç zamanım olsaydı bir türküyü televizyonda bir kere dinlerdim, ezberlerdim. Hmm. Hemen onu ezber yapardım. مامان داره تعریف میکنه که جوون بودم تلویزیون نگاه میکردم در لحظه ازبر میکردم همه چیزو. شده بیلدیم ترکیلرین سوزلری اقلیما گلمیو. میگه الان هرچی درباره ترکی هم خوندم و بلدم به ذهنم نمیاد، ولی حالا میگه، ولی خیلی باهوشه، مثلا فارسی کلی یاد گرفته.
مثلا کلماتو یکی دو بار که به کار میبری دقت میکنه و بعدن دوباره ازشون استفاده میکنه، از همونایی که فارسی یاد گرفته. سن زکی بنج سن چوک زکی کادینسه. تشکر دیر. بچه ها دو تا دیگه مونده. چه خوشگل شد. چه گزل ده. امید. یک تانه ای شی یپاچه. آها. استونه ده یک تانه کویر. استونه ده یک تانه کویر. آنلادیم. میگه که الان ما لایه آخر سیب زمینیمونو میذاریم. بعد من گفتم دو تا مونده. گفت نه این لایه آخرم دوتا رو این لایه زیری دوتا میذاریم. هرچمزن سونو کویروز یعنی. آنلادی. تکنیکلره اورنیورسون. یکی تانه آلت، یکی تانه اوست. آینه. دیگر کاتلرده ده بیر کاتنا یا بیر کاتنا هم پاتاتس هم یا. اینه. تام دا پاتاتسیمیز ده تام گلده ها. اکسیک فازلا دیل. میگه سیب زمینیمون هم یعنی موادمون، موادمون به اندازه شد، اضافه نیومد. بچه ها این آخریه، لایه آخره، یعنی مامان یه لایه گذاشت و این دوازدهمیه. میگه دوازده تا خمیرمون رو باز کردیم و گذاشتیم انجام شد کار. چقدر خلاقانه و استادانه این کار انجام میده مامان. Şimdi bunun üzerine yoğurt süreceğiz. Aha. Miguel'in rüye iyi mast mimalim. Bunun üzerine yoğurt sürüp keseceğiz dilim dilim. Mast mimalim, mi borim. Bunlarla yaparken. Bebinin çıkar mı kat bu konu? اینم بچه ها ماست گوسفندیه که خود مامان مایه زده. رفتیم شیر خریدیم، شیر گوسفند، و مامان اینو مایه زد، خیلی خوشمزه است. حالا ماستو میگه میمالیم روی موادمون. قوی یورد دیوست اما قوی یورد اولماسد اولور یعنی. اوه میگه تو گفتی ماست گوسفندی، ماست گوسفندی هم نباشه میشه، فرقی نمیکنه. شیمدی بیزی به اومزده قوی یورد بود. میگه الان تو خونه ما ماست گوسفندی بود، برای همین من اینو گذاشتم. میگه اینطوری میمالیم روی این. حالا بعضی ها با فرچه مرچه هم میتونم بمالم، ولی ما اینجوری انجام میدیم. روغنم میمالیم، روغنمون همش کرس ها. میگه چه بوی خوبی میده. به به پیشمدم بیده گزل کن. اوید یم یم یم. میگه هنوز نپخته، یه بوی خیلی خفنی داره میده. ببین به همه جاش ماست مالید، جاییش نموند که ماست مالیده نشه. همین. حالا میگه باید با چاقو ببریمش.
برای توی فر رفتن دیگه حاضره، دیگه این میتونه بره داخل فر. حالا مامان رفت فر رو حاضر کنه. مامان اینو گذاشت توی فر با 240 درجه. بقدر همین تمام. منتظر میشیم تا بپزه. اینم کاری بود که از من این وسط برمی اومد. یه قهوه دم کنم بگم بیا بشین مامان جان، بیا بشین یه قهوه بخور. میریم برای راند بعدی که کنبه روغنی. یالو کنبمیزین یوماکلاری بیراز بوله بیوگ. آها میگه دایره ها گلوله های اونو کنبه روغنی رو بزرگ برمیداریم، بزرگ درست میکنیم. یعنی داها کالین اولجک. یه یوماکلاری بیوگ اولجک، او دا اینجی اولجک. میگه اینم نازک میشه ولی گلاشو بزرگ درست میکنیم. منم نمیدونم قضیه چیه، بریم جلو ببینیم چه خبره. گلوله سوم. گلوله میگن چی میگن اینا رو؟ شونه میگن؟ هیچ وقت من اسم اینا رو یاد نگرفتم. ای خدا. Bunun adı da esren. Eş. Esren. Eş de diyor, deniliyor. Esren de deniliyor. Hamur işlerinde, hamuru kesmekte kullanılıyor. میگه اینو بهش میگن esren که برای بریدن خمیر ازش استفاده میشه. او متال مه؟ دمیر. دمیر. این آهنیه. دوهمه دمیر. این خمیرها خیلی خوشگله. پنج تا خمیر داریم مامان میگه. بشتانه دار، بشتانه. باز میکنیم ببینیم چقدر باز میخواد بکنه، چون گلوله های قبلی خیلی نازک بود، فرق میکرد اینا. اگه من دندون رو جیگر بذارم قطعا میتونم بفهمم در آخر چه اتفاقی میفته. بذار دندون رو جیگر بذارم. آخ 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 جیگرم درد گرفت. اینو خیلی بزرگ درست کرد، پس ظاهرن اینم چیزه، خیلی نازک میشه ولی بزرگه. این ذره متفاوته، نگاه کنیم ببینیم که چی میشه. بوده ها بیوگ. طبیعی گفتم این پس بزرگتره. کره رو آب کرده، روش میریزه. این خیلی متفاوته. میماله به همه جاش. بعد چی کار میخواد بکنه ما نمیدونیم. بازش کرد خمیر و یه عالمه. به اندازه یوفکا باز کرد اینا رو مثلا. یعنی دایره خیلی بزرگیه. ارتسندن دلجز بنا بله. وسطش رو دیدین چی کار کرد؟ چاله دیشیک. دیشیک بو. بنا ده یالو کنبه. او ایچلی کنبه. یه متفاوته. تکرار یوماخ گیبی سر جزبم کند اطرافم. میگه حالا دوباره به صورت دایره میبندیمش اینو این شکلی. بردن کپارچاز. بروی برایچیک یا کویچاز. روش دوباره کره گذاشت. اونو دا این سکیب سر جز. اینم دوباره یه دونه دیگه درست میکنه.
üzerine koyuyoruz. Mizarı rüya un. Bu bir. گذاشت تو سینی یه دونش درست شد. خیلی متفاوت بود. دوباره هم روش کره ریخ. چه شود. رفتیم سراغ دومی. ایکینجیسه. ببین این روغنیه خیلی متفاوت بود. یعنی عمرن من نمیتونستم فکرشو بکنم که همچین اتفاقی قراره با این خمیره بیفته. خیلی خوشگل شد. خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که در ذهن من بود. بریم مراحل بعدی رو بهتون نشون بدم. به مرحله قشنگش رسیدیم بچه ها. داره مامان اینا رو جمع میکنه. ببین میدونی چرا داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه اگه یه جایی از خمیر اگه زخیم مونده با این کار اونم نازک میشه و کل خمیر یه دست میشه. چون من دلیلشو پرسیدم. اونم دوباره میذاره روی این. آه. بنده دیدیم تک تک کویرسون. بچه اونم گذاشت روی این. خیلی غیر قابل پیش بینی عمل کرد مامان. هیچ بونه دوشون میاردم. همینطور میذاره رو همینا رو. اونم گذاشت روش دوباره روغن ریخ. بتون یماکلارمزو böyle yapacağız. میگه همه خمیرامون رو شکل کنیم. هپسی بونه استونه کویروز. میگه همه رو اینجوری میذاریم روی این. آها میگه بعد دوباره بازش میکنی. بچه ها اینم این طرف تو فره دیگه. یادتون نرفته که این خوشمزه رو بوشتر اومده. مامان میگه الان قراره یه عالمه کالری بخوریم. به خاطر همین دارم کار میکنم اینا رو که کالری از دست بدم. بچه ها این لایه آخرمونه که مامان داره درست کنه. یعنی لایه که نه خمیر آخره. حالا بعدش باید ببینیم که چه مدلی اونو در واقع دوباره باز میکنه. گفت خمیر رو دوباره باز میکنه دیگه. یورلدون انه. یورلمادم دا سجاکلادم. گرمی گرمی. گرمی گرمی. میگم خسته شدی. میگه خسته نشدم. گرمی 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 یاد گرفته. گرمی گرمی. خب رسیدیم به مرحله آخر. کل خمیر رو انداخت اینجا. ببینیم که چی کار میخواد بکنه.
و تمام. دیگه کار اینم تموم شد، روش ماست میماله دوباره. یه نقاشی ریزی که مصطفی اومده این قضیه رو به عهده گرفته روش انجام میشه و بعدم میذارنش توی فر. چو حاضر شد. واو چوک ای وای چوک گذر. خب دیدین دیگه چه چیز خفنی شد. دومیرم مامان گذاشته تو فر، اونم آماده بشه. ویدیوشو براتون میگیرم که ببینید و فکر میکنم اینا هم با ذائقه ما ایرانی ها خیلی جور در میاد. میتونید درست کنید همونجور که یاد داد مامان. خیلی کار سختی نیست، ولی خب خمیر باز کردنه کار هر کسی نیست، مگر اینکه حالا خمیر آماده و اینا پیدا کنید. ولی خب دیگه مثلا اون همون خمیر درست کردنه، حالا خمیر درست کردن و خمیر باز کردن خودش یه پروسه طولانی برای کسی که بار اولش باشه مثلا بخواد انجام بده این کارو. ولی خب اگه خمیر بلدین و حرفه‌این و اینا، این مواد درست کنین و اینا رو درست کنین و عشق کنید و کیف کنید، ولی زیاد درست نکنین به خاطر اینکه کالریش بالاست. و بریم ببینیم که رانده بعد چی شد. بودو 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 اینجا آفتاب منو کورم کرد. امیدوارم ولاگ امروزمونم مورد پسندتون واقع شده باشه و خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. ازتون دیگه خدافظی میکنم. لایک کامنت سابیتون نره. خیلی دوستتون دارم. بای بای.